لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد، إن الحمد والنعمة، والنعمة لك والملك، لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وسلم على عبده ورسوله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام و درود بر شما شاگردان مکتب حج. امید است که انشاءالله با هم برخی از معانی و مفاهیم حج رو مرور کنیم تا مایی که در حج هستیم یا نیستیم، مایی که هممون البته در مشاعر و احساسات حاجی هستیم، حالا چه در سرزمین مبارک حج باشیم یا چه در خونه هامون باشیم و قلبمون رو برای حج بفرستیم و شوقمون شوق حاجی باشه. از معانی حج تواضع رو یاد گرفتیم، خاکساری رو، از انفاق در راه خدا رو، مهمتر از همه اینها اخلاص رو و همچنین برابری رو، برادری رو و خیلی چیز مهمی بود اینی که هویت خودمون رو، شناخت خودمون که من مؤمن که هستم. در حج یاد میگیریم که المسلم و اخو المسلم، مسلمون برادر مسلمون هست. در حج یاد میگیریم که همه ما فرزندان ابراهیم و آدم و نوح علیهم السلام هستیم و هیچ یکی از ما بر دیگری برتری نداره و ملاک برتری تقواست. در مدرسه حج یاد میگیریم که اونهایی که به نوعی میگن که آقا ما ایرانی ها بهتریم از افغان ها، افغان ها میگن که ما شیر مردای تاریخ ما ایم، ما از تاجیکا چی هن دیگه، تاجیک میگه آه ما ساسانیان هستیم، ما از همه این فارس زبان ها بهتریم. اینی که به صلاح خودش رو به خاطر زبانش، به خاطر قبیلهش، به خاطر کشورش، به خاطر موقعیت جغرافیاییش اینا میاد از دیگران برتر میدونه، این اسمش هست ابو جهل. اینی که ما بعضیا میان میگن آقا ما باید برگردیم به دین نیاکانمون، دین نیاکانت چی بود؟ نیاکانت کدوم نیاکان؟ اونی که گاو میپرستید یا اونی که آتش میپرستید؟ اون دیگه بهش جای داره که بهش افتخار کنی. بعد بعضی از ابلهای احمق میان میگن که اسلام اومد با زیور شمشیر ما رو مسلمون کرد. یعنی چی؟ یعنی شما اینقدر خل و چل و احمق بودید، شعور نداشتید که کسی اومد از بیرون شمشیر رو بهشون نشاد، گفتید چشم ما دینتون رو قبول میکنیم، خجالت بکشید با این حرفتون. کدوم دین، کدوم عقل، کدوم شعور؟ وقتی این حرف رو میزنی یعنی چی؟ تو داری به اون پدران عاقلت، پدران عاقل ما چیکار کردن؟ پدران عاقل ما یک مجموعه ای از دزده های راهزن مافیا، یک ظالمان مستبد بر اونها چیره بودند. پدران عاقل ما در اون ذلت و خاری در پی رهایی بودند تا اینی که نور ایمان اومد. نور ایمان از خارج اومد، از هر جا اومد براشون مهم نبود، آزادی بود، عزت بود، شرافت بود. اون رو در بغل گرفتند، با همراه با آزادگان، با شراف و شریفان نگاه نکردند که این شریفان و این آزادگان و این اندیشمندان از کدام قوم هستند. به عقل نگاه کردند، به ندای عقل نگاه کردند، دیدند که بابا اینا وارستگان هستند، اینها یک پیام بزرگ دارند، اینها رهایی ما و شرف و عزت ما رو در بر دارند. اینها رو بغل گرفتند، به اونها در آغوش اینها افتادند، ایمان آوردند. همین پدران عاقل و دانشمند و اندیشمند و آزاده و با غیرت ما بودند که با مؤمنان آزاده همراه شدند، طاغوتیان رو سر زدند، از کشور بیرون کردند و ما شدیم مؤمنان. الان هویت من مؤمن ایمانم هست، هویت من اسلامم هست. اینی که بیایی بگی ما ایرانیان چنین، ما افغان ها، بابا کجون کدوم فرهنگ، کدوم چی؟ آیا فرهنگش همینه که باید دخترمون نیمه اوریان بشه بیاد رو آتش برقصه؟ چه شکل پسرمون بیاد شکلشو مثل قورباغه و خروس کنه و قدقد بزنه و بگرده؟ اینه
فرهنگ ما فرهنگ اقرا هست، فرهنگ بخوان هست، فرهنگ علم هست، دانش هست. فرهنگ ما فرهنگی هست که ما اگر میخوایم افتخار کنیم به بخاری هامون افتخار کنیم، به امام ترمذی هامون، به امام غزالی هامون، به نسائی هامون، به ابو حنیفه هامون افتخار بکنیم. اینهایی که مصدر علم و دانش بودند، اونهایی این مخترعاتی که بر اختراع در زمینه‌های پزشکی و فلک شناسی و ستاره شناسی و علم‌های روز اختراعات داشتن، به اونها ما افتخار میکنیم که اونها همه فرزندان همین فرهنگ اسلام هستند. این چیز هویت من اینه، شناخت من اینه، شخصیت من اینه که این شخصیت رو من در فضای حج دوباره مرور میکنم وقتی حاجیان رو میبینم. از جمله درس هایی که من در حج میبینم، وای چقدر درس بزرگی هست، معجزه هست، معجزه هست. وقتی که خداوند متعال میفرماید ان اول بیت وضع للناس الذی ببکت، اولین خونه ای که برای انسان ها، برای هدایت انسان ها گذاشته شد در مکه است و هدی للعالمین هست این خونه. این ویژگی های اونجا هست، از جمله ویژگی های این است که فیه آیات بینات، در اونجا آیات بینات هست و از بزرگترین این آیات بینات اون آیت و نشانه شوق و عشق در اکمال کار هست که مقام ابراهیم هست که قبل از این گفتیم. غیر از مقام ابراهیم در فضای مکه مکرمه در خانه خدا ما آیت ها و نشانه های دیگه ای داریم. از جمله این مقام نشانه ها منا هست. در غیر از حج برو منا رو نگاه کن، نگاه میکنی مناه همین تک زمین، یه من همینه منا، بله همینه. بعد میمونی وای در اینجا 3 میلیون حاجی میان، چطور جایشون میشه؟ علما خیلی به صلاح دید زیبایی در اینجا ذکر کردن، گفتند آقا منا مثل شکم مادر هست، هر چقدر بچه‌هاش بیشتر بشن اون بزرگتر میشه، جاشون میده. همین شکم مادر هست، همین رحم مادر هست، یه بچه میتونه توش جا بگیره، دوتا میتونه، سه‌تا میتونه. میگن که بعضیا 15 تا بچه یه وقت میارن. یعنی 15 بچه چطور تو این رحم جا گرفته خودت هم نمیدونی. خداوند اینها رو جا داده، حالا چطور جا داده این دیگه من نمیدونم. همینطور منا هم همچین حکایتی هست که آقا یه جای کم این همه جمعیت رو جا میده، ما میمونیم اونجا. همینه که یکی از فیه آیات و بینات هست دیگه، چی میتونیم بگیم؟ یکی از آیات های خداست اونجا. یه مورد دیگه هم هست که باز بشر وا میمونه، دهنش وا میمونه، این چیه؟ آب زمزم. آب زمزم ببینیم، یه چاه هست، بیشتر که نیست، یه چاه هست. در حج 3 میلیون حاجی میان، هی از این چاه صبح و شام و همه شون آب زمزم بخور، زمزم بخور. بعدم زمزم چطوری هست؟ زمزم اون عقل ما نیست ها که آقا کم بخور، نه زیاد نخوری که تموم میشه. نه خیر، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم با ما تشویق میکنه آقا زمزم بخوری تا تتضلعون، یعنی همینی که اینقدر زمزم بنوشید انگار که زمزم تو پوست و گوشتتون، تو ازلایتون، از هر طرفتون میاد بیرون، یعنی تو میتونی بنوش. از علامت های منافق اینه که زمزم زیاد نمینوشه. بنوش بنوش، این سنت رسول خدا هست، تموم میشه، نمیشه. این آب زمزم هست از روزی که به صلاح عبدالمطلب کشفش کرد، بعد از اونی که به صورت دفن شده بود، در واقع از روز حضرت اسماعیل این آب در جریان هست. حالا در رمضان ببین حاجی ها می نوشن صبح و شام، هر که به صورت در تمام سال صبح و ظهر و شام، ببین همیشه خانه خود شلوغه، همیشه حاجی می نوشه و می نوشه. هر حاجی هم که با خودش میره میگه آقا چی بیارم برای شما بچه‌ام؟ آب زمزم بیاریم واسه ما. میبینی 10 تا لیتر و 20 تا لیتر رو چقدر با خودش میبره. در رمضان میگی چند میلیون حاجی اونجا جمع میشن زائر و معتکف آب زمزم. در حج که این میلیون ها بنی آدم اونجا زمزم و زمزم و زمزم. نه، این الان زمزم رو میفرستن به مدینه منوره،
در مسجد النبی، در مسجد میری هر طرف زمزم و زمزم، میری مسجد قبا هر جا بشکه‌های زمزم آقا گذاشتن، آقا زمزم، همه اینها میرین اونی. وای خدای من، اگر این دریاچه خزر می بود سالها پیش تموم شده بود. حالا یه چاه هست، یه چاه هست و این آبش چقدر میتونه باشه؟ اونم بهترین آب، تمیزترین آب. این یکی از آیات بینات هست که اونجا ببینیم. خود مکه مکرمه خودش یه آیت هست، خود مکه مکرمه یه آیت هست که آقا این یک مکه مکرمه چی هست؟ این وادن غیر دیزر، می منطقه به صلاح خشک، تو این منطقه خشک شما هر میوهی هر چی بخوای اینجا پیدا میشه. کافرا مونده بودن به پیامبر میگفتن و قالو این نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، اگر ما پیرو تو باشیم اصلا اقتصاد رکود میکنه، ما از اینجا اصلا در به در میشیم، خاک به سر میشیم، از کجا بخوریم؟ مگه ما این کاری نکردیم که مکه رو یه جایی گذاشتیم که رزق الهی از همه جا به اینجا سرازیر بشه؟ این خودش یه آیتی است، از یعنی آیات بینات مکه مکرمه خودش نشانه ای هست، زمزم نشانه هست، منا نشانه هست، این 3 میلیون حاجی که اونجا زم میشن خودشون نشانه هست. آقا حج اومدی خانم ها صورتاتون رو نپوشید، دستاتون رو نپوشید، مردا همه تون لخت عریان، یه پارچه بندازید جلوی خودشون و عورتتون رو بپوشونید، لباس بسیار زیر نداشته باشید. با همه اینها رنگ و رنگ مردم کسی رو نمید. این همه ملت اینجا جمع میشن، یه بار اتفاق نیفتاد در طول تاریخ که در اینجا یک حادثه فساد، تجاوز به یک خانمی صورت بگیره یا یک حالت بسیار شهوانی صورت، امکان نداره. حالا ما 4 نفر میرن به مشهد، ببین مشهد شده، قم شده، کربلا شده، نجف شده، چی؟ جندخانه دنیا. فرقه، فرق وقتی میری برای بت پرستی، میری بعد دنبال شهوت، باید شهوت تو رو کور کنه، باید اونجا شیطان رود سوار شه. اما وقتی اومدی خونه رحمان، برای خدا اومدی، خالصتا لله اومدی، اینجا خداوند حفظت میکنه، اینجا یه نیروی عجیبی به تو دادی میشه، نیروی ایمانی تنها نه، حتی نیروی جسمانی. طرف از شهر خودش میاد کوله شدیم چهارتا نمیدونم عصا دستش گرفته، داروهاش هم جا، همین که اینجا اومد داروهاشو میندازه دور، عصاهاشو پرت میکنه بدو، مثل آهو پیرمردی که از تو قبر بلند شده، میسونین که با اون داره طواف میکنه، داره سعی میکنه. این قدرت هاست، اینا خودش آیات بیناتی از جانب خداست. اینه که ما وقتی میگیم فیه آیاتون بینات، واقعا چشامونو باز کنیم، خیلی از آیات بینات واضح خداوند رو در اینجا می‌بینیم. صاد حق، گامی در راستای بیداری. واقعاً در مکه مکرمه وقتی چشمون رو باز کنیم، واقعا تجلی فیه آیاتون بینات رو میبینیم. یادش بخیر وقتی که خداوند نصیب کرد من حج رفته بودم و قرار بود بابا مامان هم بیان، خیلی سخت بود براشون، به هر حال جهاد هست دیگه، باید سختی رو هم داشته باشه. 3 روز تو فرودگاه خوابیده بودن، هی میگفتن آقا میشه رفتنتون، میشه نمیشه، پروازشون الغا شده بود، یه پرواز دیگه گرفته بودن اون الغا شده بود، یه حالتی بود. در اون روزا من این جمعیت غفیر رو که دیدم، گفتم خدایا این پیرمرد پیرزن بیان اینجا میفتن هلاک میشن، همون بهتر که خوب شاید حکمت خداییه که نیان. تلفن رو برداشتم، گفتم یه تلفنی کنم به داداشم بگم حالا که به هر حال سخت گیری شده و فلان و پرواز کنسل شده و اینا، یک کاری بکن که اینا نرسن، که اینجا وضع خیلی شلوغه و خیلی خطرناک. در همین افکار بودم، دیدم یه پیرزنی از جلوم رد میشه، همچین بهش نگاه کردم، گفتم خدای این از عهد کدوم فسیلاس، در زمان کدوم دایناسورا بوده یا نبوده؟ یه پیرزنی با یه عمر، او خدا میدونه چند سال عمرش بود، لاغر و دلا را میرفت همچنین. گفتم خدایا هرچی باشه بابا مامان من حداقل نوه این محسوب نمیشن،
از خودم خجالت کشیدم که ببین اینجا رو همت اینجاست. و جالب هم بود، مامانم که یک صندوقچه داروخونه همیشه همراهش هست، داروخونه‌شو گم کرده بود و حالا اومدن رسیدن، داروهاش کیفش رفته بود تو هواپیما گم شده بود، خودش رسید اونجا. خب گفتم الان هم شبی است که فردا دیگه مناسک شروع میشه. اما گفتی نه، من حج تمتع اومدم، من باید عمرمو بکنم. مامان جان الان دیگه چی بشه، بیا همون حج افرادت رو بکن و خیال ما رو راحت کن. منم خسته و کوفته، گفت نه باید. خب دا این متاف رو میبینی وو اونجا دیگه جایی نیست. نه میبینی طبقه بالا. مامان طبقه بالا یعنی چی؟ یعنی این متاف یه طوافش به اندازه 7 تا طوافه. میگه اشکال نداره. خب رفتیم طبقه بالا. خب کجا میرم یک ویلچر میارم برات؟ میگه چی مگه من دست و پا چلفتم؟ چی دست ندارم پا؟ مامان جان اینجا دیگه ببین جوونا از سوار چی ویلچرن، نمیشه اینجا. میگه نه من از خودم خجالت میکشم که از اون همه راه اومدم اینجا سوار بشم بچرخم. گفتم مامان ببین من. میگه میا این پیرزن 7 طواف اونم طبقه بالا، خودت تصور کن چند کیلومتر. بعدش هم برو مسعا، 3 کیلومترش فقط مسعاست. کجا رفت اسات؟ کجا رفت داروهات؟ همه رو یادش رفت. کل این حج رو میبینی که واقعا تماشاییه. حضرت علی وقتی میدید تو عمره، تو حج، تو طواف یه پیرزنی پیرمردی میرفت پشت اون را میرفت، میگفت هنا تنزل الرحمات، رحمتهای الهی اینجا میریزه، اینجاست. واقعا اینا آیات بینات خدا هستند. این پیرزن و پیرمرد میدونید کیان؟ اینا اونایی هستند که تو خوناشون تا میخوان از اتاق تا اتاق دیگه برن صدا میزنن بچه شونو منصور بیا دستم رو بگیر که من میرم تو اتاق دیگه. 2 قدم میخواد را بره بچهش باید دستشو بلند کنه. الان اینجا 10 ها کیلومتر را میره، این خیالش نیست. واقعا فیه آیاتون بینات هست، واقعا اینجا تجلیگر درسها و عبرتهای عجیبی هست. معجزه رو در مکه مکرمه هر حال شاهد هستید. یکی از درس‌های بسیار مهمی که ما در مکه مکرمه و در حج می‌بینیم اینه که ما بنی آدم یه چیز دیگه میشیم. ما انسان‌ها میشیم میفتیم تو عمق تاریخ، یه ها احساس میکنیم که دستمون تو دست بابا آدمه، دستمون از این ور حضرت ابراهیم دستشو گذاشته روی شونه ما، میگه بچم چه بزنه رو. از این ور میبینیم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حواسش به ماست. از این ور میبینیم که آقا ما کجاییم؟ ما توی تاریخ بزرگ افتادیم. همه پیامبران رو گویا میبینیم. آب زمزم میبینیم، طعم پای اسماعیل رو میده، بوش بوی هاجره. میریم تو مسعا، هاجر اینجاست. تو مطاف از پای حضرت ابراهیم، جای پای حضرت ابراهیم اینجاست. انگار که رسول خدا صلی الله علیه و سلم داره اونجا طواف میکنه. در عمق تاریخ میفتیم، خودمون رو میشناسیم، میشناسیم که آقا من تنها نیستم، من یک نمینو از دماغ فیل نیفتادم، من وصلم به آدم علیه السلام، به نوح علیه السلام، به ابراهیم علیه السلام، به اسماعیل علیه السلام، به محمد مصطفی علیه السلام. من این سلسله رو ادامه میدم، بچه های من میان، ذریت من میان 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 تا روز ازل. از روز ابد تا روز ازل ما یک مسیر رو داریم میبریم. وقتی که ابراهیم اومد گفت ربنا تقبل منا، خداوند از اون قبول کرد، منم میام اینجا میگم که ربنا تقبل منا، پامو میذارم رو پای ابراهیم، پای دیگمو میذارم رو پای موسی، حرکت میکنم میذارم رو پای اسماعیل، حرکت میکنم میذارم رو پای حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم، میذارم رو پای ابوبکر، رو پای عمر، رو پای عثمان، رو پای صالحان تا به امروز. در مسعا همچنین، در عرفات همچنین، در همه این مشاعر یه تاریخی ما امتی هستیم دارای تاریخ، دارای فرهنگ، دارای اصالت. ما مثل امریکایی نیستیم که آقا مثلا چی در سال 1492 امریکا کشف شد، کی کشفش کرد میوندیم که آقا اسمشو چجوری بخونیم، کریستوفر کومبولوس بگیم، بهش میگیم آقا کریم پوسکولوف چی چی بود، هر چی بود.
تو کی هستی؟ اومدن آقا چهار نفر گرفتن بیچاره به سراغ آقایان سرخپوست بیچاره رو قتل عام کردن که آقا ما سفید پوستیم. فرهنگتون چیه؟ فرهنگ من کشت و کشتار، قتل عام بشریت. اما فرهنگ ما چیه؟ فرهنگ ما فرهنگ اخلاق، فرهنگ علم و دانش، فرهنگ انسانیت، فرهنگ آدمیت. چون ما فرزندان آدمی، هممون با هم برابر، هممون در انسانیت برادر، هممون در ایمان برابر و برادر و اخوان. المسلم و اخو المسلم، مسلمون برادر مسلمون. ما اینیم، ما فرهنگ داریم، ما فرهنگمون فرهنگ حضرت آدم هست. این درس رو با تمام تفصیلاتش در حج در عمره میگیریم. یه چیزی دیگه هم یاد بگیریم که آقا ما در عبادتمون اصرار داشته باشیم، ناامیدی نداشته باشیم، هی کوشش کنیم، تلاش کنیم، هاجرگونه سعی، مسعا، صفا. هاجر جان تو الان از مسعا اومدی، از صفا اومدی، چرا میریم مروه؟ الان رفتی مروه؟ نه خیر، من ناامیدی تو قاموس من نیست، تو فرهنگ من ناامیدی نیست. من کلمه ناامیدی رو نمیشناسم. من امید دارم، تمام تلاشم رو خرج میدم، به نتیجه خواهم رسید. اینجا واد غیر زیزر هاجر، اینجا هیچ اثری از رزق و روزی نیست. نه خیر، اینجا جایی است که من بر خدا توکل کردم. من به ابراهیم گفتم ابراهیم الله امرک به هذا، خدا تو رو گفته که ما رو اینجا بذار. هر آنکه خدا گفته پس ما اینجا هستیم. خداوند ما رو تنها نمیگذاره، خداوند ما رو خلق کرده، روزیمون رو میده. خداوند ما رو امر کرده که تلاش کنیم تا به بهشت برسیم. تلاش کنیم حتما به بهشت میرسیم. اینجاست که من یاد میگیرم در همه زندگیم اصرار داشته باشم، امید داشته باشم. این یکی از درس‌های عمده است که از حج میگیریم و خیلی درس‌های دیگه هم هست که انشاءالله با هم اینا رو مرور میکنیم. لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شريك لك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، إن الحمد، والنعمة، والنعمة لك والملك.